شاگردای عزیز، دخترها و پسرای خوب، سلام. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. با امید صحتمندی شما درس امروز ما را آغاز میکنیم. البته شاگردای عزیز، خدا کنه که کارهای خانگیتان را انجام داده باشین و درس گذشته را هم مرور کرده باشین. انشاءالله من مطمئن هستم که حتمی درس گذشتیتان را یک بار مرور کردین. درس گذشته ما و شما چی بود؟ قوانین انعکاس نور. آفرین. قوانین انعکاس نور دو قانون داشت. قانون اولش میگه که شعاع زاویه وارده مساوی به زاویه منعکس است، و قانون دوم میگه که شعاع وارده شعاع منعکس و عمود نرمال در یک سطح قرار دارد. البته در انعکاس نور به دو شکل است، یا به دو نوع است، یا به دو شکل صورت میگیره، که یکی منظم، انعکاس منظم، و دیگه انعکاس نامنظم. انعکاس منظم ارگان نور بالای یک سطح صیقلی به طور موازی بتابه و اشعاعات منعکسه هم به طور موازی منعکس میشه، که در این صورت کسی که به سطح نظر میکنه سطح به نظرش جلادار معلوم میشه. و انعکاس دومش انعکاس غیر منظم است، که هرگاه نور بالای یک سطح ناهموار بتابه و شعاعات به طور نامنظم منعکس میشن، امی است که از نظر کسی که به او سطح نگاه میکنه او سطح برش جلادار معلوم نمیشه. خب این بود شاگردای عزیز درس گذشته ما و شما. ما گفتیم هرگاه نور بالای یک سطح هموار و صیقلی بتابه، نور دوباره به صورت منظم انعکاس میکنه. وقتی بالا یک سطح صیقلی نور میتابه و به صورت منظم انعکاس میکنه، این باعث از این میشه که در اینجا تصویر تشکیل شود، که هر سطحی که تصویر تشکیل میده، هر سطح مستوی صیقلی که تصویر تشکیل میده، این را به نام آینه مستوی یاد میکنه. پس درس امروز ما و شما شاگردای عزیز هست فیزیک صنف هفتم، مضمون فیزیک، موضوع آینه مستوی، خواص تصویر در آینه مستوی. هدفی که اهداف آموزشی که در این درس داریم عبارت است شاگردان الی آخر ساعت درس به اهداف ذیل دست می‌یابند. یک، دانستن مفهوم آینه مستوی و خواص تصویر در آینه های مستوی، یعنی آینه مستوی را تعریف میکنند و خصوصیات یا خواص تصویر در آینه مستوی میفهمند. دانستن مفهوم مجازی بودن تصویر در آینه مستوی، کسب مهارت انجام آزمایش با آینه مستوی برای پی بردن به خواص تصویر در این آینه. این سه هدف ما در این درس داره. خب شاگردای عزیز، آینه مستوی را یک بار دیگر تعریف میکنیم که آینه مستوی چی هست. آینه مستوی هر سطح مستوی صیقلی که نور را به صورت منظم انعکاس دهد و تصویر اجسام در آن تشکیل شود، آینه مستوی نامیده می شود. مانند سطح آب استاده. حتی شما وقتی یک آب حوض باشه، آب استاده باشه، شما به طرف آب ببینین، میبینین تصویرتان در آب مشاهده میکنین. پس اینمی آب استاده خودش چی هست؟ یک آینه مستوی است. و همچنان آینه های معمولی که در منازل برای دیدن روی از او استفاده میکنیم. اجسامی که سطحشان نور را به طور منظم انعکاس داده نمیتونن، تصویر اجسام در آنها تشکیل شده نمیتونن، بنابراین ما او را آینه مستوی گفته نمیتونن. خوب شاگردای عزیز، آینه مستوی را شما شناختین. حالا میریم به خواص آینه های مستوی، میبینیم که آینه های مستوی دارای کدام خواص است. شاگردای عزیز، من فکر میکنم که هیچ کس از شما وجود نداره که تصویر خدا در آینه مستوی ندیده باشد، چون آینه های مستوی در منازل شما هست و حتمی شما تصویر خدا در آینه مستوی دیدین. آینه و شما چی فکر میکنین؟ چی رابطه بین شما و تصویرتان در آینه مستوی وجود دارد؟ فاصله شما از آینه مستوی چقدر است؟ برای جواب دادن به این سوال ها ما یک آزمایش یا یک فعالیت انجام میدیم. خب شاگردان عزیز، ما به یک ورق کاغذ سفید هم ضرورت داریم. هر جمله کلمه که دلتان خواسته باشه میتونین در اون نوشته کنین، که من در این کتاب فیزیک نوشته کنین. بعد از اون در مقابل آینه مستوی قرار بدین. ببینین شاگردان عزیز، وقتی که من ورق کاغذ در مقابل آینه مستوی قرار دادم، شما جمله را ببینین،
معکوس یا سرچپه میبینی. خوب شاگردای عزیز، حالا اگر شما خودتان در مقابل یک آینه مستوی قرار بگیرین و یا یک جسم دیگر اگر در مقابل آینه قرار بدین، این جسم و یا تصویر شما دارای خصوصیات زیل می باشه که ما او را در روی چارت برتان نوشته کردیم و یک جای می خوانیم. خواص آینه های مستوی. در آینه های مستوی تصاویر خصوصیت های زیل را دارا هست. یک، تصویر راسته تشکیل می شود. فاصله تصویر مساوی به فاصله جسم از آینه می باشد. سه، تصویر نظر به جسم متناظر تشکیل می شود. یعنی تصویر سمت چپ و راست در تصویر متناظر، یعنی راست چپ و چپ راست معلوم می شود، تشکیل می شوند. چهارم، تصویر مجازی هست نه حقیقی، زیرا تصویر در پشت آینه تشکیل می گردد. یعنی وقتی شما در مقابل آینه هستین تصویرتان وجود داره و وقتی که از آینه پس شوین تصویر در آینه وجود نداره. پنجم، تصویر از تقاطع امتداد یافته شعاع منعکسه از جسم و امتداد خط عمود در عقب آینه تشکیل می شود. این بود درس امروز ما و شما. خدا کنه که در سفرها گرفته باشین. یک بار درس ما را مرور می کنیم. موضوعاتی که ما امروز خواندیم آینه مستوی بود. گفتیم هر سطح مستوی صیقلی که نور به صورت منظم انعکاس بده و تصویر در او تشکیل شود، او را به نام آینه مستوی یاد می کنیم. و دیگه خواص تصویر در آینه های مستوی بود که شما فهمیدین که در وقتی تصویر در آینه مستوی تشکیل میشه دارای کدام خصوصیات میباشه. تصویر راسته تشکیل میشه، تصویر متناظر میباشه و فاصله جسم، فاصله تصویر مساوی به فاصله جسم است و البته تصویر گفتیم متناظر تشکیل میشه، یعنی سمت راست چپ و چپ به راست نشان داده میشه. و دیگه تصویر از تقاطع شعاع منعکسه و خط عمود در عقب آینه تشکیل میشه. خوب شاگردای عزیز، این بود خلاصه درس. خدا کنه که در سفرها گرفته باشین و ما بر شما یک کارخانگی بسیار ساده و آسان پیشنهاد میکنم. کارخانگی شما هی است که برین در مقابل یک آینه مستوی استاده شوین و تمام خصوصیات تصویرتان از آینه در کتابچه‌تان یادداشت. خوب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و شما. کارخانگیتان انجام بدین و درس گذشته را یک مرور کنین و درس جدید شما که فاصله تصویر است او را هم یک مرور کنین. تا دیدار بعدی، خدا حافظ. شاد و موفق باشین.